دو شرط جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود برای تعامل با طالبان. سرافگنده‌تر از بوزینه هندی، حامد کرزی در نقش سخنگوی طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. کرزی: جامعه جهانی باید با طالبان همکاری کنند. به گزارش سپوتنیک، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از جامعه جهانی خواست تا به منظور نجات هزاران افغان از مرگ و گرسنگی با طالبان همکاری کنند. پیش از این فلیپیو گراندی، کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، اعلام کرد که 23 میلیون نفر از 40 میلیون نفوس این کشور با خطر گرسنگی مواجه شدند. کرزی در این مصاحبه گفت: واقعیت این است که طالبان در حال حاضر قدرت در افغانستان را به دست دارند و جامعه جهانی باید کمک برای افغانها را در اولویت قرار دهند و عدم اعتماد به مقامات جدید افغانستان را کنار بگذارند. رئیس جمهور سابق در پاسخ به این سوال که چرا جامعه جهانی از طالبان که مسئول بسیاری از موارد مستند ظلم و ستم، قتل و کشتار و جنایت هستند، حمایت کنند، اشاره کرد که همه جوانب درگیر در افغانستان جنایت کردند و این بخشی از زندگی ماست. او افزود که همه افغانها قربانی شدند، خارجی ها افغانستان را به نام طالبان بمباران کردند، روستاهای ما ویران شد، اطفال کشته شدند، خانواده ها پاشیده شدند و همه طرف های ما آسیب دیدند و در نهایت افغان ها آسیب دیدند. کرزی همچنین اظهار داشت که با در نظر داشت این واقعیت که در روند گفتگو با طالبان دخیل بوده است، اما قصد ندارد در آینده در مدیریت کشور شرکت کند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت: من می خواهم به عنوان یک شهروند در اینجا زندگی کنم و به حیث یک شهروند عادی این کشور هر آنچه در توان دارم برای آبادی وطنم و برای آرامی فرزندان این کشور انجام دهم، تا همه بتوانیم در یک فضای صلح آمیز و بدون جنگ و درگیری زندگی کنیم. رئیس جمهور سابق افغانستان افزود: به عنوان فرزندان این خاک، هم ما و هم طالبان باید این موضوع را درک کنیم که با یکدیگر زندگی کرده و برای حفاظت از کشورمان همکاری کنیم. این مشکل نیست. این اقدام آسان خواهد بود اگر خود را از کنترل دیگران آزاد کنیم. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، دو تن از رهبران مهم افغانستان بودند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان همچنان در داخل این کشور ماندند. سرافگنده‌تر از بوزینه هندی، رزاق مامون روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: اگر در رستاخیز خالق هستی همین روزها کتاب زندگی انسان در بین زمین را ورق بزند و از اشرف مخلوقات بخش افغانستان که خیلی با غیرت هم هستند بپرسد که بوزینه های ایندی به خاطر دفاع از نوزاد یک هم نسل خود که مظلوم واقع شده بود، قلب متجاوزگران را داغدار نمودند و 250 توله سگ را نابود کردند، اما توی با غیرت به خاطر نجات فرزندان و هممیهنانت از تجاوز، فقر و گرسنگی و هر روز نوبتوار نابود می شوند چه کردی؟ پاسخ چه خواهد بود؟ از گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمود: ظالم و مظلوم نباشید، درس نگرفتیم و به آیات کلام پاک حکم سری برای تمکین نکردن در برابر ظلم عمل کرده اطاعت نمی کنیم، پس خدایا بیدار من بساز تا لااقل در ترازوی شجاعت و قیام در برابر ظلم با بوزینه هندی برابری و هم سری بتوانیم. نویسنده ذوالقرنین. رزاق مامون همچنان روی صفحه فیسبوکش نگاشته است:
جبهه مقاومت دو شرط بسیار مهم و معقول برای مذاکرات با طالبان مطرح کرده است. یک، نیروهای طالبان از شمال مناطق مرکزی و بخشای از مناطق غرب کشور بیرون شود. امنیت کابل توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تامین شود. این موضوع را صبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان داشته است. این بدان معناست که اگر طالبان مناطق یاد شده را ترک نکند، جبهه مقاومت با جنگ این مناطق را آزاد می کند. در این صورت راه مذاکرات بسته شده و به این ترتیب مقدمات تشکیل یک دولت مستقل در مناطق یاد شده فراهم می گردد. تا جایی که من به یاد می آورم، این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که شرایط مذاکره بین آنانی که در حکومت هستند و نیروهای مخالف نظامی و سیاسی شامل تقسیمات جغرافیایی کشور می شود. قبل بر این، در جستجوی راه های حل برای بحرانهای سیاسی و نظامی، موضوع سرزمین مطرح نمی شد و شرایط طرفین از تقسیم کرسی های حکومت بین طرفین مذاکره فراتر نمی رفت. حالا به نظر می رسد که وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خیش شده ایم. حالا اعتماد برای تشکیل حکومت مشارکتی باقی نمانده و اگر قرار است مشارکت هم صورت گیرد، این مشارکت میان دو نیروی صورت می گیرد که هر کدام از نظر قلمرو سرزمینی صاحب قلمرو ساختار تشکیلاتی دولتگونه خود باشند. به عبارت دیگر، پیش از مشارکت سهم زمین طرفین مشخص شده باشد. مشارکت میان دو نیرویی که از هر لحاظ به استقلال و توازن قوا رسیده باشد. بعید است که طالبان شرایط یاد شده را بپذیرد. نپذیرفتن این شرایط از سوی طالبان و تاکید جهولانه بر جنگ ما را به سوی تشکیل دو دولت در قلمرو افغانستان کنونی سوق می دهد. اگر طالبان از عقلانیت کار بگیرند، شرایط را بپذیرند و مذاکره را آغاز کنند، می توان از تجزیه افغانستان جلوگیری کرد. طالبان باید به این درک رسیده باشند که یک قوم نمی تواند کل کشور را به زور اداره کند. دیر یا زود اقوام غیر پشتون در صدد بیرون کردن طالبان از مناطق خود شده و آنگاه بعد از جنگ های خونین به این نتیجه خواهیم رسید که اکنون جبهه مقاومت به آن رسیده است. مناطق شمال، مرکزی و بخش از سرزمین های غربی سرزمین های اقوام غیر پشتون است. طالبان دو را دارند، یا بر اساس یک تفاهم صلح این سرزمین را واگذار کنند یا به زور بیرون کرده می شوند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.